پویا پورجلیل هستم، متولد بندر انزلی. از یه بار دیگه من متولد بندر انزلی هستم، دیماه 15 دیماه 1354 از اول دارم. من متولد 15 دیماه 1354 هستم، در شهر بندر انزلی، شهری که بهش افتخار میکنم، به تک تک شهروندانم اونجا و یه بار دیگه دارم. من متولد 15 دیماه 1354 هستم و در شهر بندر انزلی، شهر خودم، شهری که فکر میکنم بهترین ساحل دنیا اونجاست و به تمام همشهریای عزیزم افتخار میکنم. آرزوی قلبیم اینه که بیام انزلی رو از نزدیک دوباره یک بار دیگه ببینم و همه همشهریام رو اونجا در آغوش خودم بگیرم و هر جا که باشم همیشه یک انزلیچی غیور با غیرت و با تعصب خواهم بود و روی شمار من کل شما یک تعصب خاصی دارم. دوستتون دارم، به امید دیدار هرچین زودتر. بچه های بند که با من در این برنامه های اخیر همکاری داشتم، از دوستان خیلی خیلی خوب من هستن، از متیوی عزیز که در قسمت درام هستش، از پتریک عزیزم که گیتار میزنه و از وانوی عزیزم در قسمت بیس، مجید قربانیان عزیز در قسمت ضرب و تمپو و پرکاشن، علی الهی که رهبر ارکستر، نوازنده کیبورد پیانو، آرش عزیزم که در قسمت کی بیس با من بود و همه از دوستان خیلی خیلی خوب من هستن، از بچه‌هایی هستن که واقعا هر کدومشون در سازی که می نوازن واقعا میتونم بگم حرفه‌ای کارشون رو انجام میدن و همشون نه تنها موزیسین‌های خیلی خیلی خوبی هستن، بلکه همه این دوستان من بسیار با مرام و با اخلاق و دوست داشتنی و رفیق خوب من هستم. من عاشق عشق پر احساسم و این رابطه خاصم و این قلبی که می نازه به عشق. بله، اینم از روز برنامه کنسرت تو راه سندیگو هستیم با دوستان خوبم، دادم مسعود خوبم، یاره همیشگی من و ترافیکی هم که امروز متاسفانه بهش برخوردیم، فکر میکنم تا یه 3 ساعت و نیم دیگه هم نرسیم سندیگو. این هم جزو بدشانسی های روزگاره در همچین مواقعی. بچه خیلی زحمت کشیدن و فکر میکنم که همون اتفاقی باید بیفته بیفته، همه پر انرژی، همه با
آمادگی از قبل، انرژی خوب خیلی محکم قراره که امشب بریم تو صحنه و سعی کنیم که به همه خوش بگذره امشب. سم و این رابطه خواستم و این قلبی که بیناز بهشته. این برنامه رو من خیلی وقت بود که دوست داشتم انجامش بدم و دوست داشتم که هرچی با شکوه‌تر اجرا بشه، ولی خب از اونجایی که معمولا همه برنامه‌ها یا کنسرت‌ها طبق معمول یا به طور روال خودش همیشه یک جا همه با هم برقرار میشه، همیشه مشکل تاریخ گرفتن سالن یا پیدا کردن موزیسین خوب برای اون تاریخ، برای اون برنامه به خصوص، یا حتی مشکلی که میتونم بگم برای یک سری از برنامه ها ایجاد میشه اینه که به طور مثال در طی یک شب یا دو شب پشت سر هم دو تا کنسرت یا سه تا کنسرت برنامه مختلف در با فاصله های کم از هم دیگه اجرا میشه. Keyboard the front here, mix one and two. Do you do? That's good. رامین زمانی عزیزمی که دوستان خیلی خوب من هستش که همیشه در کنسرت ها و برنامه های خیلی مهم و بزرگ با من همکاری کرده، یعنی همیشه یار و یاور بوده با من، ازش ممنونم. از بهترین های لس آنجلس هست که همیشه میتونه در کنسرت های بزرگ خودنمایی کنه با صدا برداری خیلی خیلی خوب و همینطور یک منیجمنت خیلی خوبی که میتونه با اون همیشه آن تایم بودنش، یعنی سر وقت سر موقع کارها رو همیشه انجام میده و وجود رامین در میتونم بگم هر کنسرتی جزء واجبات اون کنسرت خواهد بود. Can you hear? Can you hear? That's good actually. Bongos. I can hear that. And drums. And drums, yes, please. Please, yes. So it's the hand drums that I want a little bit. Yeah. And the touch.
play a ballad, really, really slow songs. Really, really slow songs. Ma vedo l'orizzonte d'ore, ma vedo ogni orizzonte del mondo, voto rosso che non c'è il dolore. La vulcana mi dice ma dura, mi fuori un po' usato di ricordo, ma ancora da bruco mi scelse e scelse. وجود رامین تو هر برنامه واقعا یک دلگرمی و یک حس خوبیه برای فکر میکنم هر هنرمندی که میخواد بره روی صحنه، چون انقدر به کارش حرفه‌ای وارد هستش که من خودم به شخص در اکثر موارد اگر رامین رو بتونم گیرش بیارم، یعنی از لحاظ برنامه ریزی کاری برنامهش تایمش باز باشه که بتونه با من همکاری کنه، همیشه ازش خواهش کردم که سر برنامه ها باشه با من. با پویا چطوری؟ کلا ما پویا رو خیلی دوست داریم، یکی از خواننده‌های خوبمونه، همه بچه‌ها دوستش دارن و همیشه ما پویا رو ساپورت می‌کنیم چون می‌دونیم که از دل جون کار می‌کنه. تا تو رو دیدم و بسته شدم، همه احساسم مثل سرک شده بود، واسه خودم دلم تنگ شده بود، تا تو رو دیدم
دیدم و دنیا برگشت جز تو هر آدمی کم رنگ شده بود. من عاشق این عشق پر احساسم و این رابطه خاصم و این قلبی که می ناز بهشته. نه ده دقیقه یه کنم یه روز یه رو بگی بریم بریم بالا خوب میشه. حواست به من باشیم شب یه خورده نریم اون پاشت بگیم شما خورمون تو برم الهی جیگه الهی تو این مطور چون مشیرتان ببینم داریم رچ خورو. من در مورد مسعود نمیدونم چی باید بگم، ولی میتونم فقط بگم مسعود حکم برادر بزرگتر منو داره، حکم یکی از بهترین رفقای من هستن مسعود عزیز و با تمام وجود دوستش دارم، چون در عرض این چندین سال اخیر وجود مسعود تو زندگی هنری من، میتونم بگم حالا شخصی هنری رو بخوام جدا کنم، حتی در زمینه زندگی هنری من خیلی خیلی موثر بوده، چون از اونجا که خودش فوق العاده انسان مثبت و پر انرژی هست هر وقت که من یه مقدار در سختی های کار و در سربالایی رفتن کار یه مقدار کند میشم، یا احیانا شاید یه روزایی یه مقدار ناامید بخوام بشم و یه مقدار بخوام کم رنگ تر بشم، اونجاست که انرژی مسعود همیشه و اون عشقی که به من داده مثل یک برادر همیشه کارساز بوده و من رو بر این واداشتی که بتونم دوباره صبح فرداش بلند شم و پر انرژی برم. همیشه مسعود علی خودشم خیلی ورزشکار خیلی خوبی است، منو همیشه بیشتر به طرف ورزش پوش میکنه، حالم میده که برم و هرچند که خودم هم باهاش همیشه پایه بودم. در اصل مسعودی که از صمیمیترین دوستای خوب من هستش و امیدوارم که من بتونم تو زندگی رفیق خوبی براش باشم، دوست خوبی براش باشم و در این برنامه هم خیلی بهم کمک کرد. شکر میکنم با توجه به اینکه
اون شب دو تا کنسرت دیگه، یعنی در همون شب یک کنسرت روبروی من و فردا شبش باز یک کنسرت دیگه در لس آنجلس وجود داشت که خب جفت این هنرمندان از ایران تشریف آوردن و اومدن که اینجا برنامه بذارم و خب طبیعتاً من چون خودم اینجا زندگی میکنم این برداشت رو میتونستم داشته باشم یا میتونستم حس بکنم که شاید بعضی از دوستان پیش خودشون فکر میکردن که چون احیانا پویا اینجا زندگی میکنه و ما دوباره فرصت دیدنش رو داریم و میتونیم ببینیم، شاید بریم و از کنسرت اینو هنرمندان خوبه دیگه که از ایران تشریف آوردن اونا رو ببینیم، ولی با این حال به این شکل اتفاق نیفتاد و خدا را شکر سالن ما خیلی خیلی خوب، سالن پر و انرژی که اون شب دوستان اومدن و به من دادن از همه چیز برای من مهمتر بود، چون هر تک تک افرادی که در سالن بودن اون شب میتونم بگم صدای هر تک تکی به اندازه 100 نفر آدم بود، یعنی جوری که دوستان تشویق کردن بنده رو و از کارهای من قدردانی کردن و نشون دادن با تشویقاشون برای من مثل یک سالن 10,000 نفره یا 20,000 نفره بود، یعنی اون همون حس رو به من دادن. به خاطر حمایت از من و بچه های امشب اینجا هستیم قدمتون برم، اونایی که از اونشکانتی تشریف بودن، اونایی که از ایلی تشریف بودن، قربون تک تکتون برم، شده که بتونم امشب کاری کنم که بهتون خوش بده. به افتخار کافی باشم. خودم رو بیشتر پاپ سنتی میبینم یا پاپ ایرانی که دوست دارم بگم، در این چند ساله هم سعی کردم که همیشه یک قسمتی از یک حالتهایی از موسیقی اصیلی کشورمونه که میشه گفت موسیقی سنتی هستش رو در موسیقی پاپ هم داشته باشم، ولی خب اگر بارها هم گفتم اگر در کشور خودمون ایران بودم 100% فقط در رشته سنتی فعالیت می داشتم و تمام گرایش احساسی و فکری و قلبی خودم و ذوق هنری خودم در قسمت سنتی هستش، ولی خب در خارج از کشور به علت این 30 سال زندگی این بر من داشتم و خواستار این سبک موسیقی شاید در این ور آبی مقدار کمتر بنا به خیلی دلایلی که وجود داره. منم امیدوارم که بتونم با این سبک موسیقی که در پیش گرفتم که پاپ سنتی یا پاپ ایرانی هست، امیدوارم بتونم به نفع احسن انجامش بدم، به خصوص در سالهای آینده دوست دارم که اینقدر این کار رو تکمیل تر و بهتر از لحاظ کیفیتی، چه از لحاظ انتخاب شعر و آهنگام، چه از لحاظ اجرای خودم، چون حس میکنم روز به روز تجربه‌ام در این کار بیشتر میشه و همون تجربه رو من میتونم خیلی بهتر و بیشتر در تکرار خودم یا در ساخت کارهای جدید استفاده کنم. ولی خب یه دونه آروم دوتا شاد دوباره دوتا شاد یه دونه آروم امیدوارم که بدن دیگه، البته جای خوب رقص نیست، ولی خب مسیر تازگی ها دیگه چونم چشم موسیقی
نمیتونم بگم خانواده مشفق من بودن در کار زمینه موسیقی، چه بسا که حتی همیشه دوست داشتن از زمان قدیم، از زمانی که من خیلی خیلی جوان‌تر یا بچه بودم، دوست داشتن که اتفاقا من در این زمینه فعالیت نمی کردم. یعنی هنوزم که هنوز امروز روز، با اینکه شاید برای اون لحظه و برای اون شب که من روی صحنه میبینند یا احیانا در کنسرت میبینند، با توجه به اینکه میبینند شاید هزاران نفر یا صدها نفر برای من شاید دست میزنند، تشویقم میکنند، جیغ میزنند، ولی باز وقتی برنامه تموم میشه میایم خونه، در خلوت خودمون میشیم صحبت میکنیم با مادرم یا پدرم، همیشه دوست دارن که من یه کار دیگه انجام بدم در کنار کار هنریم. و همیشه به من میگن که ما دوست داریم که در زمینه‌های دیگه هم فعالیت داشته باشی. پدر و مادر هر دو از روز اولم که من این کار رو شروع کردم به من گفتن، ولی خب دیگه بعضی اوقات هم بچه ها حرف بودن مادرشون رو متأسفانه گوش نمی کنن، رو حساب عشق و علاقه خودشون دارن. من این همه خوشبختی به من گفتن سندگاهی ها صداش خیلی بالا بود از من این همه خوشبختی تو رو داشتن مثل خواب و ولی خب با توجه به محیط این کار، محیطی که با این کار میاد از به عنوان یه پکیج، و با توجه به مارکت موسیقی فعلی امروز ما در چه در ایران چه در خارج از ایران، من رفته رفته بیشتر دارم پی میبرم که چرا پدر مادر من از من این خواسته رو داشتن یا به من این حرف رو میزدن. و ولی خب آدم یک موقعی در یک زمانهایی در زندگیش یه جاهایی گیر میکنه که شاید بعض وقت فکر کنه که من نه راه پیش دارم نه راه پس. و وقتی من نگاه میکنم میبینم که الان امروز روز حدود هلوش فکر میکنم 16-17 سالی که من دارم این کار رو انجام میدم، یه جورایی دلم میسوزه و حیفم میاد که بخوام با این کار خداحافظی کنم یا بخوام به طور کامل بذارمش کنار. ولی خب دوست دارم، چون من فکر میکنم که هنرمند اصلی، خواننده واقعی اونیه که واقعا از خوندنش لذت ببره، و نه فقط به خاطر مسئله مالی این کار باشه یا به خاطر شهرت و اسمش و محبوبیت و معروفیتش. من اگر گوشه یک اتاق برای کل زندگی آیندم بخوام حبس بشم، باز تک و تنها برای خودم هم شده باز میخونم و در درجه اول خودم لذت میبرم. و من فکر میکنم که هیچ وقت نتونم به طور کامل یا 100% از موسیقی دست بکشم یا بخوام این کار رو ادامه ندم. فکرشم برای من مثل یک کابوس بشه. البته که فکر میکنم استرس یا دلهوره و نگرانی تو هر برنامه هست، یعنی اصلا کاری به بزرگی اون کنسرت یا کوچیکیش نداره. در هر برنامه شما وقتی که میخواید بیاد روی صحنه با مردم
رو در روشید و برنامه برشون اجرا بکنید. من فکر میکنم برای هر هنرمندی که بخواد احساس مسئولیتی بیش از حد بکنه، به خصوص اون نگرانی رو با خودش داره و البته خب کمک هم میکنی که شما کارتون رو بتونید که بهتر و دقیق‌تر انجام بدید. من همیشه مدیون طرفداران خودم هستم، دوستانی که چه از طریق فیسبوک چه از طریق اینستاگرام پیام‌های پر از انرژی و پر از عشقشون برای من میفرستن، من همیشه مدیونشونم، همیشه شکرگزارم و از همه‌شون، از تک تکشون سپاسگزارم به خاطر این همه محبت. البته دوست دارم اینو الان جلوی دوربین بگم، شاید دارن میشنون این مصاحبه رو یا میبینن. اکثر اوقات دوستان یه مقدار شاید دلخور میشن از این که چرا من به تک تک این مسیج ها و به تک تک این کامنت ها جواب برگشت رو نمیتونم بدم و واقعا از همین جا من از تک تکشون عذرخواهی میکنم بابت این که واقعا از لحاظ زمان و از لحاظ این که اصلا این کار امکان پذیر باشه واقعا نیست، با توجه به مشغله زندگی و فشار کاری که الان حداقل میتونم بگم در این شغل و در این مکان که زندگی داریم میکنیم هست، برای من امکان پذیر نیست که بخوام در طی روز بشینم چندین ساعت جواب تک تک این عزیزانان و دوستان گلم رو بدم، ولی باور کنید که تک تک کامنت ها رو میخونم، تمام پیغام هایی که من میگیرم چه در فیسبوک چه در اینستاگرام چه در ایمیل، همه رو برای من با ارزشن. حتی اون عزیزانی که بخوان شاید ایرادهای من رو به من بگن، شاید مشکلاتی رو که در کار من میبینن رو به من بگن، یا حتی انتقادی از من داشته باشن، حتی انتقادشون برای من با ارزشه و تا اونجایی که بتونم همیشه سعی کردم باشون در ارتباط باشم. ولی خب رفته رفته خب یه مقدار هر چقدر بیشتر من سرم بیشتر شلوغ‌تر میشه با کار موسیقی و با برنامه‌ها و ضبط و مسائل زندگی شخصی خودم، خب طبیعتاً یه مقدار وقتی که میتونم بذارم برای طرفداران از لحاظی که بخوام باشون در ارتباط باشم از راه دور برام یه مقدار سخت‌تره، ولی دوست دارم که اینو هم بدونید که همیشه از ته دل عاشقتونم، دوستتون دارم و به عشق شماست که من هنوز میرم دنبال شعر آهنگای بهتر برای شما عزیزانم. ولی خب امیدوارم که بتونم یه روزی بیام ایران و با تمام طرفداران عزیزم اونجا رو در رو روی ماه تک تکشون رو ببوسم، دستشون رو بگیرم و اون عشقی رو که دوست دارم از ته دلم بهشون بدم و اونجا حضوراً بتونم بهشون نشون بدم. ولی دوستتون دارم از تمام قلبم. عاشقت شدم ریزه ریزه حرف که میزنی بیداشم، خسته نباشی. تنکیو مرسی. ساعت 12:10 به سلامتی این برنامه هم تموم شد با موفقیت، خدا رو شکر، خیلی خوشحالم.
جواب زحمت های یکی دو ماه رو گرفتم، انقدر که هموطن عزیزم با محبت و پر از عشق امشب اومدن اینجا به من انرژی که باعثی میگرفتم و دنبالش بودم و گرفتم و خستگی تنم در رفت. خیلی خوشحالم که برای اولین بار در سن دیگو، اولین شهری که در این تور سراسری امریکا قرار که داشته باشیم، شب موفقی بود و خدا رو شکر میکنم و امیدوارم که در شهرهای دیگه هم همینطوری باشه و با عشق عزیزانم روبرو شم. شب همه باشه.